با سلام و درود به دوستان، خیلی همگی یکایک خوش آمدید. سلام و درود به جابر عزیز که دعوت ما رو بار دیگه قبول کردن. پروانه جان همینطور خیلی خوش آمدید. فکر کنم اینجا وقت خوبیه که برنامه رو شروع کنیم اگر صدا هم خوب باشه. و دوستان عزیز، من قبل از شروع برنامه دوست دارم که خیلی کوتاه در رابطه با شرکت در جلسات صحبت کنم، بعد از اون معرفی کوتاهی از جابر عزیز و ازشون دعوت خواهم کرد که میکروفون رو بگیرن، بحثشون رو شروع کنن. ما در این چت روم همیشه به منظور حفظ احترام سخنرانان و شرکت کنندگان در جلسات بحث و گفتگو و برای اینکه بتونیم هرچه بهتر این جلسات رو برگزار کنیم با توجه به تجاربی که داشتیم، درخواست میکنیم که به منظور رعایت حقوق انسانی همدیگه و جلوگیری از هر گونه برخورد ناشایست، با توجه به قوانینی که پلتاک هم در این مورد داره، نکاتی رو رعایت کنن که اول روم نوشته شده. و به این منظور، برای اینکه شما بیشتر آشنا بشین، اگر دوستایی هستن که آشنایی ندارن و شاید بخوان دقیق تر بدونن، میتونن به صفحه اصلی گفتمان مراجعه کنن. اونجا یه لینک هست تحت عنوان شرکت در جلسات، اونو بخونن. و مایل هستیم که من و بقیه دوستان گفتیم اگر نقدی یا مسئله هست حتما این رو متذکر بشین. اگر در این مورد اگر صحبتی هست که دوستان مایلن داشته باشن، به من یا یکی از دوستای ادمین بگن که ما به این ترتیب بتونیم امکاناتی فراهم کنیم که اگر صحبتی خودشون یا دوستان دارن این صحبت‌ها رو انجام بدن. ولی به منظور اینکه یه مروری بر این مسائل کنیم، شاید آخر ماه جولای یا یک در اولین فرصت ممکن یه همچین مسئله یا یه روزی رو به این مسئله تخصیص بدیم و ازتون دعوت میکنم که شرکت کنین. و واقعا ما اگر نقد از خودمون باعث بهتر شدن همه ما خواهد شد. امیدوارم که دوستان فعالانه در این مسئله ما رو واقعا یاری بدن. میدونین این یک مسئله و در حقیقت درخواست کمک هست. بسیار خوب، این قبل از دستور جلسه بود، ولی در اینجا من خیلی خوشحالم که جابر عزیز اینجا هستن. معرفی خیلی کوتاه، فکر کنم ایشون احتیاج به معرفی نداشته باشن، ولی با بیش از نیم قرن 56 سال فعالیت مستمر و متشکل سیاسی، چه به عنوان دبیر منتخب کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی که تحت عنوان کنفدراسیون همه اونو میدونن، در سالهای 60 و تا مبارزه در سازمانهای سیاسی دهه 70 میلادی، و همینطور ایشون فعال انترناسیونالیست هستن که بخش مهمی از تاریخ جنبش سیاسی ایران در نیم قرن اخیر هستن. جابر عزیز همچنین تا به امروز نقش موثری در رابطه با پیشبرد مبارزات دموکراتیک ضد امپریالیستی و آزادی خواهانه مردم ایران و همینطور معرفی این جنبش نوین به جهان و نیروهای مترقی در جهان داشتند. اینجا ازشون درخواست میکنم که میکروفون رو بگیرن و بحث خوبشون رو شروع کنن. خیلی متشکرم جابر عزیز، بار دیگه تشکر از قبول دعوت ما. بفرمایید. مرسی پرواز عزیز، برم در دنبال اون خواهشی که از همه کردیم که در مورد کار باید کمک بکنم. و واقعا هم این بحث هست که اصولا این اتاق برخلاف سنت های موجود در واقع به نوعی اتاق همه هست، در اینکه هم واقع در اختیار همه بوده، برای اینکه بتونن نظرشون رو بدن. و در واقع این کوشش های شما برای بالا بردن اطلاعات، آگاهی ها و شناخت بیشتر در واقع تقدیر، قابل تقدیر هست. من فکر میکنم که از این تقاضای شما حتما استقبال خواهد شد. برای من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به اختیار من گذاشتید که یه مقدار در مورد مسائل مهم آن جنبش‌های اجتماعی صحبت بکنیم. و البته به اتفاق رفقا و دوستانی که در اتاق هستن میتونیم این بحث رو در واقع به طور خلاق پیش ببریم و جماره مختلفش رو بشکافیم و به این ترتیب
کمک بکنیم به اینکه آگاهیمون در مورد جنبش های داخل ایران بالا بره، و اگر هم بتونیم تجربیات رو در طور این جنبش بگذاریم که نیاز به انتقال تجربیات واقعا هست. به هر حال مسئله جنبش های اجتماعی همونطور که میدونیم یکی از مسائل مهم جامعه ماست. اصولا جنبش های اجتماعی بود که رژیم شاه رو سرنگون کردن و جنبش های اجتماعی بودن که در مقابل سلطه جدید استبداد مذهبی این بار مقاومت کردن و در واقع جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش های مختلف اجتماعی از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید و سرکوب رو در واقع به عنوان اهرم اصلی سیاست اجتماعیش قرار داد، در مقابل این سیاست استبدادی مقاومت کردن و بهانه هایی و در واقع بهای بسیار گرانی رو هم پرداخت کردند، کشتارها، سرکوبها و در واقع شکنجه ها، همه اینها در واقع اون سیاستی است که جمهوری اسلامی اصولا برای اون به قدرت رسید. جمهوری اسلامی برای این به قدرت نرسید که جامعه رو به منافعش برسونه، اصولا به قدرت نرسید که حقوق بشر رو در این جامعه برقرار بکنه، به قدرت نرسید که اصولا انسانیت رو در این جامعه امکان رشد بده، به قدرت رسید که اون چرا که ما در سال 57 داشتیم، جنبش اجتماعی وسیع کارگران، دانشجویان، زنان و همه خلاصه اقشار مختلف جامعه برای آزادی و رهایی، اون رو در واقع با سرکوب میکرد که بتونه منافع سرمایه‌داری جهانی رو در واقع در ایران حفظ و ادامه بده. درست به همین دلیل بود که در وهله اول و قبل از هر چیز، زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، اولین حرکتی دیگر سرکوب جنبش کارگری بود. اگر یادون باشه سال 57 از قبلش جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری، سازماندهی، خود سازماندهی انجام گرفته بود و کمیته های مختلف و در واقع تشکل کارگری در شرکت نفت، در صنایع و در اماکن تولیدی سازماندهی شده بود و با ایجاد شوراهای کارگری توانستن در واقع رژیم شاه رو پرتاب بکنن به خارج از ایران، ولی متاسفانه به دلیل فقدان جریان سیاسی انقلابی و در حقیقت نبود ساختارهای لازم برای ادامه مبارزه، در واقع جامعه دوباره به ارتجاع برگشت و این بار شدیدتر از گذشته، برای اینکه جنبش انقلابی در جامعه موجود داشت، بنابراین باید سرکوب رو شدیدتر از زمان شاه انجام میداد تا بتونه این جامعه در حال غلیان رو مهار بکنه، و شاهدش هستیم که چگونه این عمل رو به تجدید در این وضعیت انجام دادن. و وظیفه جمهوری اسلامی یا طبق قراردادهایی که خمینی و دار دستش با انگلیس‌ها، با آمریکا، با بقیه در واقع به موافقت رسیده بودن، وظیفه‌اش این بود که منافع اینها رو حفظ بکنه و هر گونه راه آزادی و دموکراسی رو که در تناقض کامل بود با منافع کشورهای سرکوبگر امپریالیستی، اون راه رو ببنده و این کار رو هم کرد. در واقع وظیفه جمهوری اسلامی این بود. اصولا جمهوری اسلامی به معنای مرده به دنیا آمده و همین هیچگاه نتونسته این جامعه غلیان زده ایران اون در واقع ثبات رو پیدا بکنه. به همین دلیل ترور، سرکوب، قتل‌های زنجیره‌ای و سنگسار، شکنجه در صدر برنامه های جمهوری اسلامی، در واقع به نوعی میشه گفت اراذل و آباشی که با آن رسیدن در جمهوری اسلامی
از رهبر گرفته تا پاسدار تا پلیس تا ارتش تا اون پایین هر تمام این اعضا در واقع اجزای این جمهوری اسلامی یه دی جنایتکار بالفطره هستن که در واقع کاری به جز جنایت در این جامعه ندارن. به همین دلیل ما شاهد این در واقع سرکوب جنبش کارگری توسط اینا هستیم. چرا؟ برای اینکه جنبش کارگری اگر که رشد بکنه و اگر امکان سازماندهی پیدا بکنه طبعا در تغییرات جامعه مؤثر هست، میتونه اون زمین برای اینکه مجموعه توده های مردم زحمت کشان بتونن به منافع خودشون برسن و در وهله اول برای طبقه کارگر دموکراتیزه کردن این جامعه اساس کاره، برای اینکه طبقه کارگر دشمن دموکراتیکه که میتونه حرکت سیاسی و تاریخی خودش رو انجام بده و این دموکراسی اجتماعی سوسیالیستی کارگری هر اسمش رو بذاریم، این دموکراسی اون دموکراسی است که میتونه در واقع جامعه ما رو به تکامل و رشد در واقع اساسی و اصولی خودش برسونه. در غیر این صورت هیچ دموکراسی نمیتونه این حرکت رو بکنه و دیدیم اتفاقا جامعه ما تجربه بسیار خوبی است برای همه کسانی که فکر میکنن در دوران کنونی همپیدیم در دوران جهانی شدن سرمایه در دورانی که همه چیز مونوپول در اختیار قدرت های بزرگ هست میشه از دموکراسی بورژوایی، دموکراسی ملی، دموکراسی دیگری که در واقع سوری هستن و اصولا با دموکراسی اجتماعی هیچ ارتباطی ندارن، متعلق به طبقه حاکم هستن، از اون طریق میتونن جامعه رو در واقع به آزادی و رهایی برسونن، در حالی که چنین نیست و ما این تجربه رو در جامعه داریم که تنها و تنها این زحمتکشان هستن که با برقراری سازماندهی مجدد این جامعه بر اساس انسانیت و در واقع رفاه اجتماعی میتونن جامعه ما رو به سمت جلو ببرن و در اون صورت هست که فقط میشه صحبت دموکراسی. در غیر این صورت بورژوازی ما الان ما در واقع میبینیم همواره این یکی از اشکالات جامعه ایران از لحاظ سنتی هم این است که بورژوازی این جامعه برخلاف بورژوازی هایی که در اروپا در دوران فئودالیسم علیه فئودالیسم مبارزه کردن و یه سری مسائل دموکراتیک رو برای آزادی کالا، آزادی در واقع رقابت ایجاد کردن و تونستن در مقابل فئودالیسم نظام خودشون رو برای سالهای متمادی برقرار بکنن، در ایران بورژوازی ما همواره با مذهب و ارتجاع در واقع تونسته علیه توده های مردم زحمتکش بلند بشه و جلوگیری بکنه از رشد و حرکت جنبش های اجتماعی، برای اینکه منافع این بورژوازی منافعی است که با کشورهای بزرگ سرمایه‌داری با امپریسا عجین شده و دبعاً بورژوازی که در ایران و کشورهای اصغر کشورهای بسیار پیرامونی اگر بخوام توصیه بدیم این مسئله رو کشورهای پیرامونی بورژوازی بومی بون معنا نیست بلکه بورژوازی است که بر اساس سرمایه‌های خارجی وجود آمده رشد کرده بنابرای منافعش در رابطه با سرمایه جهانی قابل فهمه، به نوعی بورژوازی تجاریه در واقع و این بورژوازی تجاری ما در تمام تاریخ جامعه نگاه بکنیم هیچگاه خواستار تغییرات دموکراتی و تغییر ساختاری در جامعه نبوده، همواره با سلطنت، با استبداد، با مذهب و به خصوص با مذهب. الان شاهد هستیم که جبهه ملی نگاه بکنیم از پایگزاران خود این جمهوری اسلامیه یا بقیه، حالا یه چیز تهمی جدیدم اختراع شده ملی مذهبی که گویا این ملی مذهبی هم ملی هم مذهبی، بنابراین دیگه معجون است از هر دو. حالا ببینید این چه چیه اینها، این مسائل نشون میده که اصولا در جامعه ما مسئله جنبش کارگری همواره جزء مسائل مهم این جامعه بوده و سرکوب این جنبش برای جلوگیری از رهای جامعه در دستور کار ارتجاع بوده. بنابراین به طور طبیعی در یک چنین جامعه‌ای که خفقان زده است، استبداد زده است، خیلی مشکله بتونیم
ساختارهای مدنی ایجاد بکنیم، اونچه که بحث ما در مورد جنبش کارگری هست الان، و بعدم اشاره میکنم که ما در واقع مسئله جنبش کارگری رو توضیح خواهیم داد، نقصانهای سیاسی در بحث خواهیم گذاشت، و بعدم جنبش معلمان رو، و در پرم میپردازیم به جنبش دانش و مشکلاتش. اینا همه محصول این جامعه هست، یعنی همه در واقع در یه شرایط معینی شبیه به همدیگه دارن حرکت میکنن، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش زنان، همه جنبش های اجتماعی، چون جامعه ما جامعه استبدادی مطلقه، یعنی هیچ گونه مفری برای ابراز عقیده، برای کسب منافع، برای حتی حرکت در جهت کسب منافع. شما نگاه بکنین کارگران، معلمان رو به جرم این که خواستار فقط مسائل صنفیشون هستن، خواستار ارتقای دستمزد هستن، از این فشار وحشتناک اقتصادی که بهشون وارد میشه ناله سر میدن و در واقع ماها حقوق نمیگیرن. اصلا بی سابقه است هم چیزی تو جامعه نگاه بکنین، خیلی کم سابقه است و واقعا بی سابقه است. یک سال خورده ای حقوق نمیگیرن کارگرا، اخراج مرتب ادامه داره، کارخونه ها مرتب بسته میگه. چرا؟ برای اینکه این اقتصاد کمپرادوری در ایران که در واقع ادامه اقتصاد کمپرادوری شاه هم هست، اونجا پایه‌گذاری شده، این اقتصاد کمپرادوری هیچگاه نمیذاره صنعت داخلی، اصولا کارخانه ها و منابع تولیدی داخلی به کار بیفته. بیشتر وابسته به بازار جهانی هست و در واقع در این بازار جهانی است که مسائل ایران تعیین میشه، نه در خود جامعه. بنابراین به همین دلیل برای کارگرای ایران هیچگاه، برای زحمتکشان هیچگاه شرایط مناسبی برای کار وجود نداره، همیشه بیکاری وجود داره. بنابراین فشار اقتصادی و استثمار شدید، استثمار چند لایه‌ای در واقع نصیب کارگران ایران خواهد شد. به همین دلیله که اون وقت این جنبش ها همواره وجود داشته، یعنی یکی از اون جنبش هاییست که علارغم تمام سرکوبی که ازش شد، تمام این شوراها رو در واقع سرکوب کردن، رهبران کارگران رو گرفتن، زندان کردن، اعدام کردن و بقیه مسئله که ما از اطلاع داریم، با وجود این هنوز جنبش کارگری ما علارغم تمام لطماتی که بهش وارد شده هنوز متحرکه، هنوز حرکت میکنه، هنوز مسئله داره. ولی متاسفانه اشکال اساسی که در جنبش کارگری ما هست این است که در این حال که ما سندیکه های مختلف رو تشکیل دادیم و متاسفانه این سندیکه ها منتها به دلیل ترور و خفقانی که در جامعه ما وجود داره، همون ابتدا خود این سندیکا اولا قانون نیستن، یعنی خود رژیم قبول نکرد، در حالی که در قوانین این جامعه است که میتونه آدم سازمان به یه کارگری فلان اینا، منتها این همش حرفه و همه ما میدونیم که هیچ حرکتی در جامعه ما به طور مستقل نمیتونه انجام بگیره. بنابراین سرکوب اینها در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داره و کارگرا رو، معلما رو، انسان‌های زحمتکش رو تنها و تنها به خاطر اینکه شعار آزادی در واقع میخواد از این گرسنگی خارج بشه، میخواد حقش رو در واقع بگیره، چیز عجیب غریبی نمیخواد، با وجود این همین حرکت اینها تحت عنوان در واقع اخلال در حاکمیت، اخلال در نظام مطرح میشه و اونها رو زندانی میکنن به حبس‌های ابد. شما تعجب میکنین در جامعه ایران اصلا ما نداریم یه همچه نمونه ای که کسی رو به خاطر اینکه میگه من مزدم رو بیشتر میخوام، من میخوام شرایط کارم بهتر بشه، بگیرن به زندان 7-8-10 سال و شاید هم شکنجه و اعدام. خیلی از این رهبران جنبش کارگری در زندان ها اعدام کردن در واقع، زمانی و بقیه همه ازش اطلاع داریم، نداریم. بنابراین نشون میده که رژیم اصولا جمهوری اسلامی با هر گونه حرکت اجتماعی که به نفع توده ها باشه مخالف، اون رو در واقع در مخالفت با خودش میبینه، بنابراین با تمام نیرو سرکوبش میکنه. یعنی شما نگاه بکنیم تمام ارگان های سرکوب در جامعه ما برای سرکوب توده های مردم هم. هیچ کدوم از اینها نه جنبه دفاعی داره، نه جنبه در واقع جنگ بین المللی داره، همش به خاطر سرکوب مردم ایران. و این همه هم ابزار سرکوب ما داریم توی ایران، برای حتی کودکان هم دیگه ابزار سرکوب داره، پلیس کودکان هم درست کردن،
پلیس زنون درست کردن. اصلا وحشتناکی هم چه وظیفی ما نداریم، هم چه شرایطی در جواب نقطه در تاریخ نگاه بکنی ببینی فاشیسم یه دوران معین بود، فاشیسم که آمد چند سال بیشتر نبود در واقع، ولی جمهوری اسلامی 38 ساله که بدترین نوع فاشیسم مذهبی رو به جامعه ما تحمیل کرده و همینجور داره ادامه میده. بنابراین جامعه ما طبعا در غلیان در انفجار قرار داره و حق طبیعی مردم است که با هر وسیله‌ای که در اختیار دارن به مبادره رژیم بپردازن و منافعشون رو اینجا کنن. بنابراین ایجاد سندیکاها یکی از مسائلی است که در دستور کار قرار گرفته بود و چند تا سندیکا ما داریم الان تو جامعه ما، ولی متاسفانه به دلیل سرکوب شدید در این جامعه بلافاصله برای رهبران این سندیکاها پرونده درست میکنن، اونها رو به محاکمه میکشونن، زندانی میکنن، یا هر وقت دلشون خواست به اینکه اینها همواره پرونده دارن اونها رو به زندان میدازن و اونها رو از عمل از حرکت اجتماعی باز میدارن، ولی با وجود این بازم ادامه در این قضیه. اشکالی که به طور کلی در جنبش کارگری ما به خصوص در اون بخش سازمان یافتش میتونیم بگیم اینه که هنوز در جنبش کارگری ما بین کار مخفی و علنی در واقع اون درک لازم رو از مبارزه اجتماعی پیدا نکردیم، یا اینکه اصولا تفکر معینه در جنبش کارگری ما وجود داره که اصولا علنی کاری رو به عنوان اصل قضیه قرار داده و طبعا هیچ گونه حرکت معین اجتماعی رو نمیتونه سازماندهی بکنه. شما تحت نظارت رژیم هیچگاه نمیتونین اون پتانسیل اصلی و انقلابی جامعه رو سازماندهی بکنین. بنابراین این تفکر، تفکر علنی‌کاری که در واقع به نوعی مساویست با قانونی کار کردن، یعنی در چارچوب علنی فقط میشه کار قانونی کرد، یعنی سندیکایی که علنی هستن، رهبرشون هم همه علنی هستن و همه میدونن کی هستن، برای اینها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی حرکت باید بکنن و زمانی که از این تخطی بکنن طبعا چون آشنایی هم هست با اینو میشناسن، شون همه زیر نظر پلیس هستن و این هم ابزار پلیس هم در جامعه خیلی فعاله، برای به دستگیرشون میکنن، زندانشون میکنن و اونا رو از حیز انتفاع میاندازن. این مسئله که از نکات اساسی است که در تمام جنبش های اجتماعی را ما شاهدش هستیم، از جمله در جنبش معلمان، از جمله در جنبش دانشجویی. این علنی‌کاری همه طبیعیه که ما مبارزتمون علنیه، ولی سازماندهی جنبش کارگری علنی نمیتونه باشه. ولی سازماندهی جنبش کاری مسئله عمیق سیاسی اجتماعی و سازمان یافتگیه که رژیم هیچگاه هیچ رژیمی نمیتونه اون را تحمل بکنه. رژیم دیکتاتوری اتفاقا برای همین دیکتاتور شدن که اینها رو بتونن سرکوب کنن. از این رو یکی از مسائل و مشکلات مهمی که در جنبش کارگری ما هست و این هم نشون میده که در دوران اخیر ما با علارغم اینکه وضعیت مردم، تودهای زحمتکش، کارگران، معلمان به بقیه بدتر از گذشته شده، ولی ما شاهد یه جنبش اجتماعی که بتونه در واقع به عنوان یک نیرو در مقابل رژیم قرار بگیره شاهدش نیستیم. چرا؟ برای اینکه درست همین عدم ارتباط بین این سازمان ها، اون بخش سازمان یافته جنبش کارگری و توده های کارگر به دلیل سرکوب و زمین دلیل سیاست علنی کاری که در خود این سازمان هست عملا باعث شده که نیروی اصلی طبقه کارگر به حرکت در نیاد. من مقاله میخوندم از یکی از این رهبران جنبش کارگری که انتقاد کرده، میگه که یه آماری اگر ما بگیریم آزاد و احتساباتی که در کارخونه ها و در محل های کارگری شده، هیچ کدوم از اینها توسط این سندیکا سازماندهی نشده. خود کارگرا در همین در این محل تولید با هم دیگه جمع میشن و در واقع با هم دیگه صحبت میکنن، تصمیم میگیرن حساب بکنن، تصمیم فلان کار بکنن. بنابراین بهترین نوع سازماندهی اینه در شرایط دیکتاتوری وحشتناک و در واقع
عجیب غریبی که در جوامع دیکتاتوری حاکم است از جمله ایران، تنها راه این است که توده ها در بطن جامعه سازماندهی بکنن خودشون رو، و به نوعی خود سازماندهی است که میتونه جواب این قضایی رو بده، و اینم نمیتونه به طور علنی انجام بگیره. بخشی از کار علنی طبعا میشه انجام داد از جمله مسائل مختلفی که هست، ولی زمانی که میخوای نیروی اجتماعی رو سازماندهی بکنی، این دیگه زیر نظر رژیم و در پرتو در واقع یورشی که این ابزارهای سرکوب میکنن انجام پذیر نیست. بنابراین باید بین شکل کار علنی و شکل کار مخفی این تفاوت قائل بشه، و البته چه بسا اگر که سازماندهی در بطن خود جامعه انجام میگرفت و در واقع خود سازماندهی انجام میگرفت، نه از طریق اون سازمانی که الان درست شده، شاید تلفات هم بیشتر کمتر میشد، برای اینکه تسلط پلیس بر این روندها خیلی کمتر از اون زمانی که شما به طور رسمی با عنوان سندیکا وارد، ولی به هر حال خود این حرکت های سندیکا هم که میشه، خود این نشون میده که جامعه ما نیاز به یک حرکت مدنی سیاسی و اجتماعی داره، و این سندیکا در واقع در چنین شرایطی، حالا اینکه چقدر بتونن به مسائل کمک بکنن و چقدر بتونن از این وضعیت خارج بشن، اصولا منوط به این است که چقدر بتونن پتانسیل اصلی جنبش کارگری رو سازماندهی بکنن. اشکال دیگری هم که در جنبش کارگری ماست به دلیل همین وضعیت جدایی سندیکا از جنبش در از کارگران، از توده کارگر، باعث شده که در واقع ارتباط بین جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی هم به منصه زور نرسه. در سندیکا یا اون بخش‌های در واقع سازمان یافته اعلامه میدن، همه کارا میکنن، ولی هیچگاه توده کارگر مثلا در دفاع از معلمان توده کارگر بسیج نشده هیچگاه، یا اصولا بسیج کارگری در جامعه ما انجام نمیگیره. چرا؟ برای اینکه کارگرا اصولا نیاز به سازماندهی دارن، و این سازماندهی هست که میتونه اینها رو در واقع در شده معینی به شابون بکشونه با استراتژی مختلف، تاکتیک های مختلف و در واقع اشکال مختلف مبارزات. ولی چون ما به یه شکل مبارزاتی علنی فقط بسنده کردیم و همه چیزمون هم علنی هست، طبعا فاقد اون نیروی لازم برای بسیج دینامیسم عمیق در جامعه، دینامیسم در واقع طبقاتی جامعه هستیم، چون با تمام نیرو رژیم سرکوبش میکنه. و همین دلیل نیاز به یک چنین تغییری در جنبش اجتماعی ما هست. البته مشکل ساده نیست این مسئله که ما دیدیم. شما در یه جامعه دارین حرکت میکنین که این جامعه تمام تار و پودش ارتجایه، تمام تار و پودش سرکوبگرانه، تمام تار و پودش فاشیستیه واقعا به معنای واقعی. بنابراین در چنین شرایطی ساده نیست، ولی میشه. چرا؟ برای اینکه ما تجربه تاریخی داشتیم که این کارها انجام داده، بین کار علمی و کار مخفی باید یک تلفیق معینی انجام بگیره که کار اصلی رو باید در شرایط مخفی انجام داد، نه در شرایط علنی که جدی خود رژیم که جلوش رو میگیره. بنابراین سندیکاهای ما که امروز با یه مدار بنبست هم روبرو هستن، چون نتونستن اون توان و اون رابطه معین رو با توده های کارگر برقرار بکنن، امروز در واقع به نوعی فقط مجازی هستن، یعنی اعلامیه میدن کارا میکنن، ولی هیچگاه از لحاظ مادی در این جامعه حرکتی رو باعث نمیشن، و خود این یه مقدار انفعال در جنبش کارگری ما وجود آورده. به همین دلیل نیاز به یک تغییر اساسی در این سندیکا هست، که البته به نظر من این مسائل مسائلی است که در خود جنبش کارگری باید پاسخ داده بشه، و اونجاست که شرایط علمی رو میدونن، بهتر میفهمن، و البته احساس میکنیم که نهادهایی در جنبش کارگری در حال روش هستن که دارن به این مسئله به نوعی پاسخ میدن، ولی طبعا در شرایط خفقان و ترولی که در جامعه ما هست، اینها رو به این سرعت نمیشه در واقع در اون حالت بارز و متبلورش مشاهده کرد. به هر حال جنبش کارگری ما اینه، این مسئله اساسی که در جنبش کارگری ما مانع رشد این جنبش شد، مانع تکامل سیاسی و در واقع اجتماعی این جنبش شده، همین علنی کاری هست که در اغلب رهبران جنبش کارگری ما
در واقع مشهوده و کار دیگه نمیکنن، مگر اینکه همین کارهایی که میگن هم همش زیر نظر رژیم، بنابراین هر دو هم با خود رو دستگیر میکنه، جلوشون رو میگیره، نمیذاره حرکت بکنه و بقیه مسئله که شاهدشین. بنابراین باید این تصمیم کار واقعا انجام بگیره و بتونم تجربه تاریخی تمام جنبش های رهایی بخش، جنبش های کارگری در مقیاس جهانی از کمون پاریس تا الان همین رو نشون میده که نمیشه همه، به خصوص نمیشه کارهای اصولی و اساسی رو در چارچوب علنی در یک نظام دیکتاتوری که به هیچ چیزی پایبند نیست انجام داد. این است که این مسئله الان در دستور کار هست و در واقع به عنوان آنچه که میتونه جنبش کارگری ما رو از این وضع، از این وضع دوای رکودی که به خودش گرفته، اون رو یک گام به پیش ببره و تبدیلش بکنه به جامعه، به یک حرکت اجتماعی، باید سازماندهی درون این طبقه انجام بگیره. و این سازماندهی از این لحاظ اهمیت داره که میتونه محملهایی رو برای ادامه مبارزه و برای تجمع توده‌ای مبارزه در جامعه ما در واقع سازماندهی کنه. اگر یک چنین چیزی ما داشتیم، طبعا جنبش معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش پرستاران از لحاظ کیفی و کمی وضعیت وضعیت دیگری داشته اونچه که الان از الان جنبش بلند میشه، باز سرکوب میشه، باز میره پیکارش، هیچ گونه حرکت مداوم سازمانی یافته در جامعه ما مشاهده نمیشه. در مورد جنبش معلمان در واقع همین مسئله هست، به اضافه این که اصولا این جنبش معلمان که ما الان در ایران شاهدش هستیم، در حقیقت کانونهای سنفی که ایجاد شده، اولا این مسئله سندیکاری همی که از مسائلی است که در جنبش ما مورد بحثه، خیلی اصرار میکنن که این حتما با سنفی باشه، در حالی که اصولا مسئله سنفی هم خودش به نوعی سیاسی سنفی که میگیم ولی سنف معینه، ولی زمانی که شما در مقابل یه رژیم قرار میگیرین و با اون مبارزه و حق به خودت رو میخواییم بگیریم، حقوق اجتماعی رو میخواییم بگیریم و این حقوق عام جامعه هست، بنابراین این سیاسیه و شما هر حرکتی بکنین در یه جامعه که خودش سیاسیه، سیاسیه، بنابراین نمیشه گفت ما سنفی هستیم و از این داستان ها. این چیزیست که این سنفیکاری که الان در جنبش معلم ها هست در واقع مانع اصلیست برای اینکه بتونه جنبش معلمان اون حرکت اجتماعی رو همگام با بقیه اخشار جامعه مثل کارگران و بقیه دانشجویان در واقع انجام بده، اون رو در واقع مانعش میشه. در حقیقت مسئله جنبش معلمان فقط این مشکلش نیست، مشکل دیگرش این است که اصولا به نوعی سکسیسته، یعنی به نوعی مردسالاره، برای اینکه این همه زنان معلم در این جنبش شرکت وسیع دارن و واقعیت هم این است که رادیکال شدن جنبش معلم بخش عظیمش در واقع مربوط به زنان میشه، زنان هستن که در تمام این موارد آمدن حرکت کردن بشکنن چارچوب ها رو، برای اینکه زنان در شرایط بسیار نامطلوبی در این جامعه هستن و به همین دلیل برای کسب حقوقشون باید دارای واقعا پتانسیل خیلی مهم اجتماعی هستن. به نوعی انقلاب آینده ایران بدون مسئله زنان اصولا انقلاب انقلاب نیست و همین دلیل مسئله زنان در انقلابات اجتماعی اساسه. زنان حتی با تمام اون فعالیت وسیعی که در این کانون ها می کنن، در این جنبش معلمان می کنن، ولی هیچگاه امکان این که بتونن در این یا اون نهاد مبارزاتی دارای نقش معینی باشن ازشون جلوگیری شده، نذاشتن اینها به اون شرایطی که مردان مثلا دارن در این ساختارها، در این چارچوبا برسن. و اینه که از مشکلات اساسی جنبش، البته این فرهنگی هست طبیعیه، وقتی که این کانون صنفی معلمان ایدئولوژیکمان اصولا ایدئولوژیکمان طرف رژیم هستن، یعنی ایدئولوژی اسلامی در تمام اینها، اصلا وحشتناک نگاه بکنید، معلمانی که باید در حقیقت باید آموزش بدن به دانش آموزا، آموزش بدن به توده های در واقع جوان این جامعه، اینها در چارچوب خرافات واقعا، من اعلامیه های رو نگاه بکنید، اعلامیه که کانون معلمان میده
ببینید چی کلامش با با آیه و صلوات و با به نام جان و خرد و از این داستان ها، در حالی که معمولا سازمان ها و نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی که در برگیرنده یک قشر معین هست، نه یک ایده معین، و در این قشر معین ایده های مختلف هست. ما مذهبی داریم، مذهبی هم نداریم، لا مذهب هم داریم، یهودی داریم، ارمنی داریم، تمام اینا. ولی نگاه بکنیم به تمام این کانون هایی که تحت عنوان کانون معلمان حرکت میکنن، فرهنگ اسلامی غالب بر این هاست و فرهنگ خرافاتی اسلام بر این حاکمه. با آیه و صلوات و بقیه قضایه میخوان حرکت بکنن و طبعا برخورد اینها با اون مرجعی که اینا ازش تقاضا میکنه، دولت، برخوردی کاملا متواضعانه است، با خواهش و تمناست، با پذیرش، با اینکه هزار بار منمن میکنن بعدی حرفشون رو میزنن اینها. خب این وقت نمیتونه به عنوان یک جریان معین اجتماعی در مقابل این نظام که ضد این طبقه، ضد این قشر، ضد این جامعه داره حرکت میکنه، به اون دستاوردهایی که نیاز این طبقه و این قشر رو تامین میکنه برسه. چرا؟ برای اینکه خودش بخش ایدئولوژیک از این در واقع حاکمیته. بنابراین در وهله اول برای این نهادهایی که تحت عنوان معلمان یا تحت عنوان مثلا دانشجویان اسلامی یا هر جریان دیگه در جامعه ما جریان داره، اینها هیچ کدامشون قادر نیستن به مسائل جامعه به طور واقعی برخورد بکنن. به نوعی ارگان هایی هستن که در واقع به نوع شما نگاه بکنید به این کانون معلمان، کانون سنفی معلمان، کانون سنفی معلمان در چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی درست شدن، تشکیل شدن و در واقع بهشون بودجه حتی میدادن زمانی، آدم های معینی رو انتخاب میکنن در این. در این حال ولی خود این ساختارا چون به هر حال جنبه توده‌ای و در واقع اجتماعی دارن، در شرایط معینی از زیر سلطه میخوان خارج بشن و اونم وجود جنبش های عملی معلمان است. نگاه بکنیم ببینیم که بین جنبش عملی معلمان با ساختارهای رسمی در واقع سازمان های رسمی یا سازمان سنفیشون تفاوت عظیمی وجود داره. سازمان سنفی بیشتر در خواهش و تمنا بارجی هستن، مثلا بگن ما اعتراض سکوت‌آمیز میکنیم، ولی جنبش عملی معلمان در خیابان ها صدای خودشون رو به گوش همه میرسونن، اعتراض خودشون رو میکنن. و شما نگاه بکنین رادیکالیزه شدن این قضیه در پایین در جنبش توده‌ای معلمان است، نه در ساختارهای در واقع سنفی. و این نشون میده که تناقض معینی بین این سازمان هایی که درست شده که به هر حال چون تحمل هم میشه از جانب رژیم، بنابراین به نوعی با رژیم چندان اختلاف عجیب غریبی ندارن، فقط گاهی گلایه میکنن، گاهی تمنو. شاید هم اینا لازم هست برای این رژیم که بتونه جلوی حرکت واقعی معلمان رو بگیره، که معلمان دیگه نتونن در واقع اون سازمان های مشخص خودشون رو ایجاد کنن، مستقل خودشون رو ایجاد بکنن و به این ترتیب بتونن نیروی خودشون رو برای کسب منافع پایمال شده شون به کار بندازن. این است که این وضعیت در همونطوری که در جنبش کارگر هم دیدیم، در جنبش معلمان به شکل دیگری هست، شکل خیلی غلیظ، گفتن مسئله فرهنگ مذهبی در این انجمنهای صنفی در بین معلمان که رهبری این جریان را دارن آنقدر شدیدی که انسان وحشت میکنه که اینا چه چیزی به واقعا به دانش آموزان ما تعلیم و تربیت میده. البته این رو باید از قبل بگیم که جمهوری اسلامی خیلی دقیق در این زمینه حرکت کرده و به این معنا که اول جنبش کارگری سرکوب کرد، بعد جنبش دانشجویی رو سرکوب کرد، تصفیه کرد، در واقع جنبش دانشگاه ها رو اصلا تصفیه کرد، بعد تمام فرهنگ این جامعه رو اسلامیزه کرد. یعنی شما نگاه بکنیم در تمام این ارگان ها، در تمام زوایای این جامعه
آخوندها هستن که حکومت میکنن، در مدارس آخوندها هستن، در کارخونه ها آخوندها هستن، در همه جای این جامعه قرآنه که تعیین میکنه برای مردم چه بکنن. و این قرآن هم تفسیرش طبعا به عهده همین آخوندها هست که ما شاهد هستیم. حالا داعش و اینها واقعا اون هم همین کار میکنن، ولی جمهوری اسلامی داعش سنتی ما از زمانهای قدیم همین عمل و همین کار و همین رسالت رو داره انجام میده. بنابراین این اسلامیزه کردن یا ایدئولوژی کردن در واقع مدارس جزء در دستور کار اول و ابتدایی و مهم این جمهوری اسلامی را داشت که تونستن این کار رو بکنن. تمام اون حشایا و زوائدی که ممکن بود به نوعی بوی مترقی، بوی در واقع تکاملی، بوی مقداری در واقع آینده رو به خودش بگیره، همه اونها رو در واقع با شدیدترین وجه سرکوب کردن و به جاش این جنات اسلامی رو ایجاد کردن. این مسلمان اسلامیزه کردن مدارس رو، دانشگاه رو هم به همین ترتیب، و نگاه بکنیم تمام جامعه رو در این فرهنگ وحشتناک اسلامی بردن برای اینکه بتونن کنترلش بکنن و حقوق هم کنترل میکنن. الان نگاه بکنیم جامعه ما از لحاظ فرهنگی واقعا سقوط کرده. خب طبیعیه وقتی که همه این قضايا بر سر معلمان و بر سر این جامعه آمده، طبعا دیگه صحبت از پیشرو بودن، صحبت از افکار مترقی و در حالی که ما در ایران در زمینه معلما و جنبش دانشی و جنبش های مختلف اجتماعی همواره شاهد افکار مترقی پیش و انقلابی در واقع بودیم. از اونجاها این مسئله آمده، مادی شده در این جامعه، ولی اینو اتفاقا جمهوری اسلامی همین مسئله رو شدیدن سرکوب کرده و الان و امروز ما با یه جامعه خرافات زده. شما تعجب میکنین مسئول اتمی جمهوری اسلامی، اتمی فیزیک اتمی جمهوری اسلامی که مثلا پروژه های در واقع اینه، ایشون در جریان حج اونجا که اون دکل افتاد یه عده اونجا لتوپار شدن، ایشون هم جز اون کشته ها بود. ایشون در واقع روشن فکره یا به هر حال عالم این جامعه است که در حقیقت فیزیکدانه. بعد بقیه این مسائلی که برای یک دانه مشمن در واقع میکنی، این وقت نمونه یک عالم در این جامعه است. خب این بقیه اخشار این جامعه دوچار چه وضعی هستن؟ به هر حال مبارزات معلمان در این زمینه اهمیت اساسی داره که درست همین خرافات رو داره میشکنه، چون این خرافات که از بالا تحمیل داره میشه به این سازمان ها و سازمان منتقل میکنن این رو به جنبش اجتماعی در پراتیک اجتماعی در مقابل اون قرار میگیره. و این پراتیک اجتماعیه که به شناخت انسان ها از نظام موجود و از سیستم حاکم در واقع کمک میکنه و اونها رو هوشیار میکنه، که به همین دلیل این سرکوب معلمان در جامعه ما، سرکوب در واقع این مبارزین یا پیشگامان جنبش معلمان مثل عبدی، مثل بوداغی، مثل بقیه کسانی که ما شاهد تمام زندگیشون رو برباد دادن برای مبارزات اجتماعی و اونها رو به زندان‌های شهر و جالبه طرف رو زندانی میگیرن میکنن، ببینیم چه جامعه‌ای داریم ما واقعا. حالا اینکه منفجر نمیشه تعجب میکنیم، حالا اشکالش رو میبینیم کجا هست اشکال، ولی واقعا کسی که در جامعه ما مبارزه میکنه به عنوان معلم، اون رو میگیرن زندانیش میکنن، بعد در خود زندان دوباره زندانش هم میکنه، بعد حکم زندان مجدد میبندن، در حالی که این اصلا در هیچ کجای دنیا یه همچیز مجموعه که زمانی که زندانی هست دیگه زندان رفته اونجا که کاری نمیتونه بکنه زیر اون شکنجه و اون وضعیت. به هر حال غیر متعارفه، یعنی این مسائل نشون میده که جامعه ما در حال انفجاره، باید این جامعه منفجر بشه. حالا اینکه نمیشه، برای اینکه سرکوب رو شدیدتر کرده، کشورهای امپریسی از این رژیم دفاع میکنن، برای اینکه به اینا کمک میکنن، برای اینکه خود این رژیم بر خودش اپوزیسیون درست میکنه به نام اصلاح طلب و بقیه، برای اینکه بقیه سرکوب کنن. و ضمناً تمام این ابزار و وسائل ارتباط جمعی در میراث جهانی دقیقاً در همین زمینه حرکت میکنه، از صدای آمریکا گرفته تا بی بی سی تا بقیه، همه در حقیقت سرمایه‌گذاری روی
اصلاح طلبا روی بخشای معینی از همین رژیم کردن برای اینکه بتونن به حفظ رژیم کمک بکنن، والا هیچگاه اینها نرفتن دنبال که ببینن اون کارگرای بدبختی که در جامعه ما سالها زیر شکنجه در زندان‌ها به سر میرن کیا هستن، یا معلمان مبارز کیا هستن. بیشتر دنبال آقای گنجی، بقیه آقای گنجی زندانان که بود از اونجا همه چیزش پخش میشد و میمد توی بی بی سی، توی صدای آمریکا و بقیه جا. بهرحال خب نشون میده که ما با یه سیستم جهانی سرکار داریم که ایران بخش از این سیستم جهانیه، بنابراین استبداد جهانیه که علیه این جامعه سازماندهی شده و برای اینکه این سازماندهی هم شکسته بشه جنبش های اجتماعی امروز نقش اساسی دارن. این جنبش های اجتماعی اگر که به این آگاهی و شعور اجتماعی برسن با همدیگه متحد بشن، شما نگاه بکنید کافیست که واقعا جنبش، ببینید چقدر ما کارگر داریم، چقدر معلم داریم، چقدر دانشجو داریم، اگر که اینها در مبارزه با همدیگه متحد بشن اون وقت خواهیم دید که رژیم در چه وضعیتی قرار گرفته، در وضعیت انفراد کامل. و واقعا هم این رو ما میتونیم در جامعه بگیم که خودشون که میگن 80% 90% جامعه با اینها مخالفه. علت اینکه اینها سرکوب شدید رو پیشه گرفتن، از اول هم پیشه کرده بودن و الان هم ادامه میدن، چه هم که جنبش ما شدید در بشه اونم شدید در خواهد شد، منتها اینم بازی حد معین داره. یعنی سرکوب زمانی که از حد معین گذشت و جنبش در مقابل اون تونست مقاومت بکنه شکسته میشه. زمان شما شاهدش بودیم که چگونه وقایع تکامل پیدا کردن. بنابراین در تمام نظام های دیکتاتوری اینجوریه، نظام دیکتاتوری فقط با جنبش اجتماعی و استقامت و مبارزه انقلابی میشه در هم شکست. اون وقت خواهیم دید که اینها نه تنها از این قدرت استفاده نمیتونن بکنن، بلکه قدرتشون به تدریج مثل حباب میتره که و میره پی کارش. بنابراین این جنبش اجتماعی زمان شاه ما دیدیم، شاه دموکرات نبود، شاه ایران دیکتاتوری شدید و بحشت منده نتونست دیگه، چون جنبش ما انقدر رو شرده بود که نتونست شاه اون رو سرکوب بکنه. به همین جمهور اسلامی برای سرکوب این جنبش لازم آمد، یعنی ایدئولوژی اسلامی به عنوان استراتژی معین برای امریکا برای سرکوب جنبش های مترقی آزادی خواه و جنبش های در واقع انقلابی در دستور کنم پیسه قرار بگیم. برحال این مسئله جنبش کارگری، جنبش معلمان این مشکلات را داره. جنبش دانشجویی هم خب همچنین گفتیم از همون ابتدا تصفیه دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی همه نهادهای مترقی در دانشگاه ها رو از بین بردن، دانشجویان مترقی رو اخراج کردن، زندان کشیدن، اعدام کردن، استادان مترقی رو به همین ترتیب، چون دانشگاه همواره دانشگاه های ایران محل مبارزات اجتماعی بوده، محل افکار مترقی بوده، اغلب شاید بگم قریب اتفاق رهبران جنبش های اجتماعی، جنبش های انقلابی از درون دانشگاه در واقع آمدن و این حرکت رو انجام دادن. زمین جنبش دانشجو ما با من بخش مهمی از جنبش آزادی خواه و ترقی خواه مردم ایران همواره مطرح بوده، چه در خارج چه در داخل. بنابراین این تصفیه که از این جنبش دانشجویی کردن و بعدن های اسلامی رو به جای سازمان های مستقل دانشجویی مستقر کردن، البته تحکین وحدت بود، جریان تحکین وحدت بود که بعد شد جنبش های حالا شد سازمان های دانشجویی اسلامی که واقعا از لحاظ خرافات و از لحاظ مسائلی که مطرح میکنن چنان عقب موندن که اصلا صحبت جنبش نمیشه در مورد اینها کرد. به هر حال اینها باعث شد که دانشگاه را سرکوب بکنه. الان هم دانشگاه در محل تجارت شده، یعنی من آخرین اعلامیه‌ای که می‌خوندم در مورد بعضی از این دانشجویان که در این مبارزات سعی می‌کنن که وضعیت بهتری پیدا بکنن در مبارزه، اعلامیه‌ای که داده میشه از مشکلات دانشگاه‌ها صحبت می‌کنن و میگن دانشگاه‌ها نظامی شده، ضمناً بازار شده، یعنی رفتن توی روابط در واقع روابطی که بیشتر اینها رو کردن به عنوان کارهای اقتصادی،
کلی هم در واقع منافع این وسط ایجاد شده و ضمناً خصوصی کردن دانشگاه ها. این هم یکی از مسائلی است که جنبش دانشجویی رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، چون در اونجا هیچ گونه امکانی برای دانشجویان برای رسیدن به سری از مسائل، برای حتی سازماندهی، برای حتی مسائل سنفیشون برشون باقی نذاشتن. و آخرین سرکوبی هم که از جنبش دانشجویی کردن این مسئله در واقع کمک کرد، همین علنی کاری در جنبش دانشجویان باعث شد که اغلب این گروه های دانشجویی که در شیر شده بودن به طور علنی فعالیت میکردن، شناخته شده بودن، بنابراین اینها رو گذاشتن که کمی روش کردن، بعد همه رو دستگیر کردن، انداختن زندان، لطفان کردن و جنبش دانشجویی دوباره برگشت به دوران قبل، یعنی دوباره رکود و در واقع رکود و اون دینامیسم خودش رو از دست داد. ولی چون همواره جنبش دانشجویی و اصولا دانشگاه با اون بخشی از این جامعه بودن و به خصوص دانشجویان بخش معینی از توده های این جامعه هستن، همواره متأثر از مسائل اجتماعی هستن و فقط فرصتی باید پیدا بشه که بتونه این جنبش خودش رو قوام بده و در مقابل این سرکوب جمهوری اسلامی بتونه دوباره حرکت بکنه. اما مسئله مهم اینه که خود این رشت به تنهایی قادر نیست این حرکت رو بکنه، باید بتونه با جنبش معلمان، با جنبش به خصوص جنبش کارگری که میتونه محوری باشه برای بقیه جنبش ها، با رفع اشکالاتی که در این جنبش ها وجود داره، میتونه ما جنبش دانشجو هم با ما یک دینامیس معینی اجتماعی نقش تاریخ خودش رو ایفا بکنه و در این رابطه است که میشه در واقع آینده جامعه ما روشنه. واقعا برای من خیلی روشنه که این جامعه که آبستن این حوادث هست، فرصت فقط میخواد که بتونه در یه جای معین مثلا گیر پیدا بکنه. مثلا جریان معلمان میتونست تبدیل به یک جریان عمیق اجتماعی باشه، یا مثلا چه میدونم اون تظاهرات که سال 88 در ایران شد که عملا جلوش رو گرفتن و همین آقای کروبی و بقیه تونستن جلو اون رو بگیرن، در واقع این جرقه‌ای بود که به این جامعه می‌خورد که از دست اینا هم خارج شد، در واقع خارج شد، برای اینکه جامعه ما متحول، جامعه ما آبستن حوادثه و هر جریانی که تو این جامعه اتفاق بیفته بلافاصله تبدیل به یه حرکت ضد این رژیم و ضد این در واقع این نظام اجتماعی هست. این است که همواره این وضعیت وجود داره که جنبش ما دوباره بتونه اون شرایطی رو پیدا بکنه که با این نیروی اجتماعی با این رژیم درگیر بشه و شرایط مادی رو برای تغییر این رژیم فراهم بکنه. تا زمانی که حالا در جنبش معلمان و در جنبش کارگری ما وجود داره، طبعا یه همچه کاری امکان پذیر نیست، یه همچه وضعیت امکان پذیر نیست، بنابراین ولی از طرف دیگه هم ضرورت اصول حرکت این قش و این طبقه این است که بتونه اینها رو رفع بکنه و این رفع هم خواهد کرد، برای اینکه اینا در خود جامعه قابل حل با بحث و سخنرانی حل پذیر نیست. اینا یه مسائل عملی هست که در جامعه ما میتونه عملی بشه. یه چیز مهمی که در واقع در جامعه ما همه اینها از اون نشأت گرفته، فقدان یه جریان انقلابی ملموسه، یعنی ما یه جریان سیاسی ملموس و در واقع پرقدرت نداریم که بتونه این مشکلات و این موانع رو که جلوی پای تمام این نقشا رو این در واقع سازمان ها هست اون رو در واقع حل بکنه. این وظیفه ایست که جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی به عهده دارن که اثر آگاه در این جنبش ها ضمناً در این حال که کار سنتی و بقیه میکنن باید به فکر این باشن که درست با اون کار در عمق این جامعه، نه با علنی کاری بلکه کار در عمق این جامعه، بتونن پودانس رسی جامعه را سازماندهی بکنن که در واقع اون زمینه اساسی باشه برای اینکه بشه به منافع توده ها دست پیدا بکنن. وظیفه ما در خارج چیه؟ طبعا وظیفه ما در حالا البته خارج که منش صحبت میکنیم تا به حال چنان دستاورد عجش توی این مبارزات نقش اصلا نقشی نداره در خود جامعه ایران، ولی به هر حال خود این یه بخشی از مبارزات هست، یه بخشی از جنبش ما هست مسائل خارج.
وظیفه اصلی ما در خارج دفاع از نهادها، گروهها و در واقع جنات پیشرفته در جامعه ما است که بتونیم کمک بکنیم به رشد و تعالی این جریان، این اهرم‌ها. این اهرم‌های اساسی هستن که میتونن این جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش توده‌ای ما رو به جلو برن و اون تبدیل به یک نیروی معین اجتماعی برای مقابله با رژیم بکنن. وظیفه همین است که در افکار عمومی جهان این شرایط رو فراهم بکنیم که دفاع بکنن از این جنبش و نگذارن که رژیم جمهوری اسلامی با همکاری کشورهای امپریالیستی سرکوب بکنن این جنبش ها رو. بنابراین چیزی که ما در تجربه هم داریم این است که همواره این مبارزه ما جنبه بین المللی داره، یعنی جنبه انترناسیونال داره. طبقه کارگری ما از طبقه کارگر آلمان و فرانسه جدا نیست، همه اینها با هم دیگه میتونه علیه نظام سرمایه‌داری مبارزه کنه. درست در زمانی هم که سرمایه جهانی شده و همه اجزاء یک ارگانیک یک جریان جهانی هستن این کشورها، بنابراین طبقه کارگر هم لاجرم باید بخش معینی از نیرو و پتانسیل انقلابی این کشورها باشه. اتحاد طبقه کارگر با طبقه کارگر ایران و اصلا جنبش اجتماعی ایران، جنبش های اجتماعی در سایر کشورهایی که از مسائل اساسی که در دوران کنونی در دستور کار هست، بنابراین یکی از مسائل مهم هم این است که ما این رو باید بتونیم به عنوان پلی برای انتقال این مسائل به جنبش های اجتماعی کشورهایی که زندگی میکنیم منتقل بکنیم و پایه دفاع طبقاتی برای جنبش خودمون ایجاد بکنیم. متاسفانه این مسئله در دوران کنونی، زمان کنفدراسیون، واقعا به نفع دیگری بود. همه فعالین کنفدراسیون در هر جا که بودن در جنبش های اجتماعی کشورن شرکت میکردن، بنابراین حامل مسائل ایران در درون جنبش ها بودن. در دوران کنونی متاسفانه چنین چیزی نیست. اغلب این سازمان ها، اغلب این افراد، اغلب این گروه ها بیشتر به فکر مسائل ایران هستن، اصلا در جنبش های اجتماعی شرکت نمی کنن. در جنبش طبقاتی، مبارزه طبقاتی مرز نداره، اصلا شما هر جا هستید علیه سرمایه‌داری با مبارزه بکنید، ولی نه. خب خیلی ها دل خوش کردن به اینکه فعلا اینجا هستیم، منتظریم که در ایران شرایط ایجاد بشه بریم. این نمیشه اینجوری. در واقع کسانی که به این فکر هنوز نیفتادن حتما در مبارزات مردم ایران نقش خوبی ایفا نخواهند کرد. بنابراین وظیفه اساسی اپوزیسیون ایران همراه با اپوزیسیون در داخل باید تغییراتی رو در خود ایجاد بکنه که بتونه در مقابل رژیم، در مقابل امپریالیسم و برای رشد و تکامل مبارزه طبقاتی در جامعه مثمر عمل باشه. با این وضعیتی که ما توش هستیم در واقع نمیتونیم چنین کاری رو بکنیم، باید این تغییرات انجام بگیره و این هم در خارجه و هم در داخل. و البته من فکر میکنم که در بحثی همین امشب خواهیم داشت احتمالاً دفاعی هستن در اینجا، بیشتر مسائل رو همه جانبه تر میبینن و میتونیم با هم دیگه یه بحث در واقع و زوایا و حواشا و حواشی. و خیلی سپاسگزارم از اینکه شما تحمل کردین این بحث رو و خیلی خوشحالم که در این بحث رو باشید بکنم و بتونیم در واقع کمک بکنیم به رشد و در واقع تکامل جنبش. مرسی. خیلی ممنونم جابر عزیز. دوستان با درود به شما، خسته نباشید جابر عزیز. همونطور که دوستان میدونن جابر عزیز اینجا با بیش از 56 سال سابقه در فعالیت های سیاسی و فعالیت مؤثری که در پیشبرد مبارزات دموکراتیک داشتن برای ما گنجینه هستند. ازشون تشکر میکنیم که اینجا شرکت کردن، دعوت ما رو قبول کردن. از همه شما تشکر میکنم برای حضورتون در اینجا. یه وقفه میگیریم و دوستان میتونن اینجا نوبت بگیرن، اگر کامنت یا سوالی دارن هر دو رو ما با صحبتی که با جابر عزیز داشتیم میتونین دوستان نوبت بگیرن و در بحث شرکت کنن و میتونین در این حال به برنامه های بعدی گفتمان هم توجه کنین که در سایت زده شده.